همه ای انسان ها دوست دارند که دیگران اونها را دوست داشته باشند و این یک امر کاملا طبیعیه. این موضوع زمانی مهمتر میشه که پای جنس مخالف در میون باشه. خیلی از مردها تصور میکنن که هیکل ازولانی و خوشمشربی میتونه زنها رو به سمتشون جذب کنه و بعضی دیگه فکر میکنن هوش و استعداد و موفقیت اونها تو عرصه کاری اونا رو بین خانوما جذاب میکنه. علا رغم اینکه دانشمندا هم در مورد این قضیه ای که زنان چی میخوان به نتیجه نرسیدن اما ویژگی های مشترکی رو در بین آقایون پیدا کردن که نشون میده مردان جذاب برای خانم دارای ویژگی های مشترکی هم هستند. در ادامه این ویدیو شما را با 16 تا از اون ویژگی ها آشنا می کنیم. اولین ویژگی اعتماد به نفسه. ویژگی اعتماد به نفس داشتن مثل یک شمشیر دولبه است. مرز باریکی بین اعتماد به نفس و خودپسندی وجود داره. اعتماد به نفس یکی از بارزترین نشانه های مردای جذاب از نظر زن است. اما تکبر و خودپسندی هیچ کمکی برای جذاب شدن از دید بانوان نمیکنه. برای اینکه مرد با اعتماد به نفسی جلوه کنید کافی از صحبت کردن درباره دستاورداتون واهمه نداشته باشین اما مراقب باشید که خودتون بیش از حد از خودتون تعریف نکنید مردان با اعتماد به نفس ترفیه شغلی خودشون رو با رضایت به محبوبشون اطلاع میدن و بعد به سرعت موضوع رو عوض میکنن و از زن مورد علاقه شون درباره روز و کارهایی که در اون روز انجام داده سوال میکنن به این ترتیب خانم ها متوجه میشن با مرد خودپسندی که میخواد شب و روز درباره خودش حرف بزنه روبرو نیستن بلکه با مردی آشنا شدن که خودش و توانایی رو به خوبی میشناسه. مردانه با اعتماد به نفس جذابیت بسیاری برای خانم ها دارن. اما مردی که بیوقفه درباره آواز خواندنش تو دوران مدرسه حرف میزنه هیچ شانسی برای جلب نظر بانوان نخواهد داشت. مورد بعدی خوشتیب بودنه تأثیر و برداشت اول همه چیزه و یکی از نشونه های مرد جذاب خوشتیپ و خوشلباس بودنشه خوشلباس و آراسته بودن فقط به معنی آراستگی ظاهری نیست بلکه باید خودتون هم نسبت به خودتون احساس خوبی داشته باشین مرد خوشتیپ از نظر زنا مردیه که به سر و وضعش توجه میکنه و خودش رو جدی میگیره لازم نیست که تیپ خاصی بزنید و یا حتی تغییرات زیادی رو در ظاهر و لباس هاتون به وجود بیارید. فقط کافی تمیز باشید و راحت برخورد کنید. مورد سوم شور و حرارت و بلند پروازیه. مرد پرشور و حرارتی که به زندگی عشق میورزه و با انگیزه رویه هاش رو دنبال میکنه برای زنا بسیار جذابه. شاید فکر کنید که نوازنده گروه های موسیقی به دلیل داشتن پسر بد برای زن جذابه اما واقعیت اینه که این علاقه پرشور و حرارت اونها به موسیقی و بلند پروازی هاشونه که برای زن جذابه زنا مردای ورزشکار یا تاجرای سخت گوش رو هم به همین دلیل دوست دارن شور و هیجان داشتن و بلند پروازی به سرعت نظر زنها رو جلب میکنه البته برای محبوب شدن لازم نیست که حتما یه ستاره راک یا یه وکیل میلیاردر باشین شغل، سرگرمی و یا رویایی رو انتخاب کنید که به اون علاقه دارید و اون رو با شور و هیجان دنبال کنید حتی اگه تو این کار مبتدی هستین و تازه در ابتدای راه باشید اشتیاقی که به این کار دارید مثل یک جواهر درخشان زران رو جلب میکنه زنان میدونن مردی که صمیمانه برای رسیدن به رویاهاش تلاش میکنه به دیگر مسائل مهم زندگیش مثل دخترم مورد علاقش هم با همچین شور و حرارتی آتشین عشق میورزه مورد چهارم شوخ طبعی زنان عاشق مردانی هستند که در سختترین شرایط هم مثبتاندیشند البته واضحه که نمیشه همواره خوشبین بود اما شوخ بودن ویژگی بسیار جذابیه. توانایی خندیدن به مشکلات و با دید مثبت به رو به جلو حرکت کردن خصوصیت بی‌نظیریه که میتونه به ستون محکم یک رابطه عاشقانه تبدیل بشه. از این گذشته همه ما عاشق افرادی هستیم که میتونن ما رو بخندونن. زنان لذت میبرن که محبوبشون حال بدش رو با بزلگویی خوب کنه. بنابراین یک شوخی کوچک بجا میتونه نزد دختر مورد علاقتون محبوبیتتون رو افزایش بده اما وقتی که میخواید در موقعیت دشوار شوخ طبعیتون رو نشون بدید باید مراقب باشید از یاد نبرید که هر سخن جایی و هر نکته مکانی داره بنابراین اول موقعیت رو بسنجید و مطمئن بشید که شرایط برای شوخی کردن مناسبه یا نه سنجیده و به جا شوخی کردن تأثیر بسزایی در جلب نظر زنان داره. برای مورد پنجم از گفتگو نترسید. هیچ چیز به اندازه مردی که نمیتونه یک گفتگوی معمولی رو ادامه بده باعث بیالاقهی زنان نمیشه. زنان عاشق حرف زدن هستن و زمانی که در جستجوی شریک زندگیشون هستن میخوان فردی رو پیدا کنن که از گفتگو نترسه منظورمون این نیست که درباره آخرین مسابقه فوتبال یا ماشین اسپورتی که این هفته دیدین حرف بزنین صحبت کردن درباره این مسائل در حد اعتدال خوبه اما زنان مشتاق گفتگوهای عمیق‌ترن که به پیشبرد رابطهشون کمک کنه و مشکلات سنگینشون رو توی زندگی حل بکنه. روبرو شدن با حجم بالای موضوعاتی که تو ذهن زنا میگذره برای مردو کلافه کننده است اما اگه موفق شدید که با این موضوع ارتباط برقرار کنید و فقط چند دقیقه گفتگوی موثر داشته باشید خود به خود به یک قهرمان تبدیل میشید روابط عاطفی به ارتباط صادقانه متکی هستند بنابراین اگه فردی براتون مهمه وقت بذارید و به حرفاش گوش بدید شنونده فعالی باشین و واکنش مناسبی از خودتون نشون بدید رعایت کردن همین قاعده ساده معجزه میکنه مورد شش مردان خجالتی دوست داشتنی هستند اکثر افراد باور دارند که مردای آلفای مغرور با انرژی مردونگی بالا و صدای بلند و مطمئن برندگان مسلم مبارزات عشقی هستند اما واقعیت اینه که همواره اینطور نیست بسیاری از خانوم ها این حجم از بیشرمی رو نمیپسندند و ترجیح میدن با مردی رابطه داشته باشند که بدون چه زمان باید گوینده و چه زمانی باید شنونده باشه بنابراین اگه پسری خجالتی هستین که فکر میکنید این مخوض به حیا بودنتون شما را از دختر مورد علاقتون دور نگه میداره باید نظرتون رو عوض کنید. شکننده و آسیب پذیر بودن ویژگی جذابی برای خانم هاست. البته مراقب باشید که زیاده روی نکنید و به فردی تبدیل نشین که نشه روش حساب کرد. زنان مردان خجالتی رو دوست دارن اما احترامی برای مردای سست و ضعیف قائل نیستند. از اینکه خودتون باشین نترسین و تا کارها بر وفق مرادتون پیش بره ارتباط چشمی رو حفظ کنید حفظ ارتباط چشمی نشون میده که شما به طرف مقابلتون توجه دارین زمانی که زن مورد علاقتون با شما صحبت میکنه موضوع صحبت هر چی که باشه به چشماش نگاه کنید این کار به شدتون اون رو تحت تاثیر قرار میده چون متوجه میشه که شما بهش علاقه دارید و به نظراتش احترام میذارید. اگه مدام به تلفنتون یا حتی به لباس های نامزدتون توجه کنید او این کار رو به نشانه بیتوجهی شما به خودش تلقی میکنه و مطمئن میشه که شما علاقه خودتون رو بر اون مقدم میدونید. تلفنتون رو کنار بذارید، سرتون رو بالا بگیرید و به چشمهای کسی که دوستش دارید نگاه کنید. حتی اگر رابطتون رو تازه شروع کردید بازم نباید ارتباط چشمی رو فراموش کنید. هشتمین ویژگی جذاب روحیه مهربان و بخشنده بودنه. احتمالاً یکی از مهمترین نشانه های مرد جذاب مهربانی و بخشندگیشه. هیچ زنی نمیتونه به مردی احترام بذاره که به خودش و دیگران احترام نمیذاره. مهربون بودن با دوستا، خانواده و غریبه ها رمز یافتن شادی واقعی در تمامی جوانب یک رابطه است. اگه نمیتونید با دیگران مهربون باشین، توقع داشتن عشق راستین رو هم نداشته باشین. این درس مهم رو آویزه گوشتون کنید تا شاهد موفقیت ها در تمام عرصه های زندگیتون باشین. مورد نهم هوش. مردانی که میتونن درباره تاریخ، علم، سیاست، فلسفه و یا هر موضوع جالب دیگری که به هوش نیاز داشته باشه حرف بزنن برای زنا بی جذابند. لازم نیست که کارشناس باشین. همین که تو زمینه های مختلف اندک آگاهی داشته باشین و بتونین گفته گروه هوشمندانه پیش ببرید کفایت میکنه. همونطور که اشاره کردیم جذابیت ظاهری برای بقای رابطه کافی نیست. اما گفتگوی هوشمندانه بین زوجین میتونه به دوام رابطه کمک بکنه. بنابراین اگه به موضوع خاصی علاقه دارین اون رو با نامزدتون در میون بذارید. نشون دادن معلومات به جذب زنها کمک میکنه. اما مراقب باشید که اطلاعات خودتون رو مغرورانه به روخش نکشید. باب گفتگو رو باز کنید و ببینید که طرف مقابلتون چقدر درباره این موضوع اطلاعات داره. گفتگوی دو نفره روشی فوقالعاده برای شکلگیری و تحکیم یک رابطه است مورد دهم ده محبوبتان را شگفت زده کنید همه ما چنین روزهایی رو تجربه کردیم ترافیک سنگین برای رسیدن به محل کار یه روز شلوغ و خسته کننده توی اداره مشاجره با یکی از همکارا و شرکت تو جلساتی که یکم هم برامون جذاب نبوده وقتی بعد از پشت سر گذاشتن چنین روزی به خونه بیرسیم دیگه جونی برامون باقی نمونده در این شرایط چه چیزی میتونه ظرف چند ثانیه حالمون رو بهتر بکنه همسری که قافلگیر رو شگفت زدمون بکنه هر زنی رویای مردی رو داره که وقتی خسته از سر کار به خونه برمیگرده با یه دست گل و یا آغوش گرم پشت در منتظرش بمونه بنابراین اگه میتونید همسرتون رو با این چیزای کوچیک خوشحال کنید دریغ نکنید لازم نیست حتما گل بخرید همین که یه جوری نشون بدید که به فکرش هستید و با یک حرکت عاشقان غافل گیرش کنید به اندازه یک دنیا براش ارزش داره حتی اگه اون رو به یک فنجان چای داغ مهمون کنید اثر ای روش خواهید داشت همیشه آماده کمک کردن باشید زنان بیشتر از هر چیزی تو دنیا عاشق مردایی هستند که به موقع و بدون درخواست کردن بهشون کمک میکنه حتی اگه این کمک کردن بیرون بردن سطل زباله باشه اونچه باعث قردانی از این کمک های ساده میشه انجام دادن خود این عمل نیست چون هر فردی میتونه این کارها رو ظرف چند دقیقه انجام بده مهم آمادگی و میل شما برای کمک کردن که جذابیتتون رو برای همسرتون افزایش میده حواستون رو جمع کنید و ببینید که چه کارهایی رو میتونید توی یک خونه انجام بدید تا بار همسرتون یه کمی سبکتر بشه. مطمئن باشید اگه این کارهای کوچیک رو داوطلبانه و با روی خوش نشون بدید ستاره طلایی مرد نمونه رو به دست میارید. اگه احساس می کنید که همسرتون از تنبلی شما تا انجام کارها شکایت داره سعی کنید که رفتارتون رو از همین امروز عوض کنید. منصفانه نیست که توقع داشته باشید همه کارهای خونه رو همسرتون انجام بده هر دوی شما افعادی بالغ هستید و همسرتون مادر شما نیست شجاع باشید واقعیت اینه که نشونه مرد جذاب از دوران قرون وسطا تا به امروز تغییر چندانی نکرده زنا هنوز هم شیفته مردای شجاع هستند البته این روزها رشادت و دلیری در میدان جنگ و برنده شدن در دولها جای خودش رو به موفقیت تو میدان نبرد مدرن تری داده اگه میتونید دل به دریا بزنید و روی پای خودتون بیسید مطمئن باشید که قابلیت جذب کردن زنان رو دارید اما این نبردهای مدرنی که مردای امروزی رو به چالش میکشه چیان سفر به مکانی هیجانانگیز ریسک کردن و شروع یک کار جدید یا برداشتن آخرین گام برای خرید خونه اقداماتی هستند که به شجاعت نیاز دارند. از یاد نبرید شجاعت و جسارت داشتن در زندگی یکی از نشانه های مرد جذابه. حمایت و پشتیبانی خودتون رو نشون بدید. اشتباه نکنید. هیچ زنی دوست نداره که محبوبش مثل پدرش رفتار کنه. هیچ کس نمیخواد که یک محافظ سخت گیر داشته باشه. اما دونستن این که فردی پشت و پناهشه و ازش در شرایط سخت حمایت میکنه دلگرم کننده و البته جذابه. این حمایت نشون میده که شما به محبوبتون اهمیت میدین و به حفظ رابطش پایبندین. اجازه بدین زن مورد علاقتون خودش برای زندگیش تصمیم بگیره و در عین حال این اطمینان خاطر رو داشته باشه که اگه مشکلی براش پیش اومد میتونه روی کمک شما حساب کنه. به محبوبتون اعتماد داشته باشید و اجازه بدید خودش برای دفع توجهات ناخواسته مردای دیگه چاره ای بیاندیشه. اگه اون به حمایت شما دلگرم باشه میدونه که میتونه در مواقع لزوم از کمش که شما استفاده کنه اگه میخواد جذابیت بیشتری داشته باشید مراقب و حامی محبوبتون باشید اما بدونید که چه زمانی باید پاپس بکشید و بذارید که خودش وارد عمل بشه اگه بتونید تعادلی رو بین این خصوصیات برقرار کنید جذابیت غیر قابل مقاومتی پیدا خواهید کرد مورد بعدی ثبات عاطفی داشته باشید بیایید قبول کنیم که همه ما شیطانهایی درون خودمون داریم افراد با زندگی بی عیب و نقص شمارن و همه ما هر از گاهی با مشکلات شخصی دست و پنجه نرم کردیم البته منظورم این نیست که برای شروع رابطه باید اول همه مشکلات شخصی خودتون رو حل کنید اما توانایی مدیریت کردن این مشکلات و کنار اومدن با گذشته نشونه بلوغ فردی و داشتن ثبات عاطفی یکی از راه های جذب زنانه مطمئن باشید که دختر مورد علاقتون هم مشکلات خاص خودش رو داره و نمیخواد که بار مشکلات فرد دیگری رو هم به دوش بکشه. به ندرت مردایی پیدا میشن که مشکلات خودشون رو به درستی بشناسن و بتونن اونها رو کنترل کنن بنابراین اگه شما جز این دسته از مردان کبنیاب هستید و همواره برای بهتر شدن خودتون تلاش میکنید مطمئن باشید که زنان با روی خوش از شما استقبال خواهند کرد زمانی که دو فرد دارای ثبات عاطفی رابطه ای رو شروع می کنن، احتمال موفقیت این رابطه خیلی بیشتره. یادتون باشه قرار نیست محبوبتون مشاور شما باشه هیچ چیز به اندازه داشتن همسری که نمیتونه مسائل مالی رو مدیریت کنه نگران کننده نیست مردی که نمیتونه مخارج خودش رو کنترل بکنه به شدت از چشم زنان میفته عادت بدتون هرچی که هست ولخرجی تو مهمونیا خرید اشیای غیر ضروری یا هر شب سفارش دادن فستفود مطمئن باشید که همسر یا نامزدتون متوجه این ولخرجی های بی و حساب میشه. اشتباه نکنید خرج کردن پول برای خلق کردن لحظاتی خوش و به یاد موندنی ضروری و کاملا صحیحه اما زیاده روی نکنید بخشی از درآمدی رو که به سختی به دست آوردید باید برای رسیدن به اهداف مهمی پسنداز کنید برای مثال مبلغی رو برای خرید خونه، یک تعطیلات به یادموندنی، آمادگی برای تشکیل خانواده و یا کمک به دیگران کنار بگذارید. برای جذب بانوان لازم نیست که پول زیادی داشته باشید، اما باید روش بجا و مناسب پول خرج کردن رو بلد باشید. مهارت آخر، مهارت رهبریه. شکی نیست که در دنیای امروز زنان دیگه زیر دست مردان نیستن با این حال یک مرد با نفوذ با قدرت رهبری هنوز هم بسیار جذابه هیچ کس نمیخواد همواره همه چیزش رو تحت کنترل داشته باشه و تمام مسئولیت ها رو به عهده بگیره بنابراین اگه خانومی بدونه که میتونه در شرایط خاص به شما تکیه کنه احساس بهتری خواهد داشت بعضی زوجین ترجیح دهند که وظایف و مسئولیت های مشترکشون رو تقسیم کنند و کارها رو با هم پیش ببرند. بقیه نوبتی عمل کردن رو انتخاب میکنن. در هر دو حالت اگه مردی بتونه در شرایط دشوار پا پیش بذاره این جسارت و قدرت رهبری شانس موفقیتش رو در جذب زنان بالا میبره. اگه حس می کنید که پارتنرتون هموار سکان زندگی رو در دست داره ازش بخواید که بخشی از وظایف زندگی مشترکش رو به شما واگذار بکنه هرگز منتظر نباشید که همسرتون وظایفی رو به شما محول کنه این انتظار منفعلانه به رابطه زناشوییتون آسیب میزنه و جذابیتتون رو در دید همسرتون کاهش میده اگر از این ویدیو خوشتون اومده لطفا لایکش کنید و کانال ما رو حتما سابسکرایب کنید.